سازمان واچ رایس واش به مفقود شدن تعدادی از شیعیان فوع و کفریا واکنش نشان داد. سازمان جهانی دیدبان حقوق شیعیان شیعه رایس واش با صدور بیانیه از جامعه جهانی خواست تا قدمی مثبت برای بازگرداندن مجروحان مفقود شده در انفجار تروسی محله عراشدین حلب سوریه بردارند و آنان را به خانواده های خود برسانند. این سازمان بین المللی همچنین از کشور ترکیه خواست تا با اعمال فشار بر گروه های تروریستی زمینه بازگشت زخمی های مفقود شده که اغلب آنها را کودکان و زنان تشکیل میدهند را فراهم کند. در ادامه این بیانیه که نسخه از آن برای شیع ویوز ارسال شده آمده است، به گرفتن کودکان و زنان توسط تروریست های جنایتکار بیانگر وحشیگری و خونخاری آنها و مغایر با تمام قوانین حقوق بشری و عرف های بین المللی است. شرایط در بیانیه خود از جامعه بین الملل و خصوصا دولت ترکیه که همکاری مستقیمی با سنیهای های تون رو دارد و حامی رسمی گروه های تروریستی حاضر در شمال سوریه است خواست تا با تغییر سیاستهای خود این گروه ها را وادار کند تا شیعیان فوه و کفریا را به آغوش خانواده هایشان بازگردانند. این سازمان بین المللی که وضعیت شیعیان در سراسر جهان را رسد می کند در پایان بیانیه خود آورده است، تمام ارگانهای دولتی و طرفهای درگیر در سوریه مسئول جان مفقود شدگان مجروح هستند و باید در راستای معاهده ژنو در امر حمایت از غیرنظامیان در جنگ کوشا باشند و در غیر این صورت عواقب این گونه اعمال بر عهده خود آنان خواهد بود